شگونه مسلمان طلب علم را آغاز کند؟ سوال نصیحت شما به شخصی که میخواهد طلب علم را آغاز کند چیست؟ چگونه باید این کار را انجام بدهد؟ جواب حمد و ثنا به پروردگار. چگونه به طلب علم آغاز نمودن مسلمان یکی از عملهای مهم است. پس برای طالب علم ضرور است که سعی کوشش نماید تا ابتدای علم آموزیش درست باشد، تا اینکه به راه راست رود و وقت کوشش او برباد نشود. هدف از طلب علم آن است که مسلمان خود و دیگران را اصلاح کند. سزاوار است که ابتدای طالب علم سر اول به کارهای مهم برای خودش باشد و بعد برای شخصانی که در اطراف او قرار دارند. قدم اول برای طالب علم ضرور است که سر اول از خود کردن کلام الله شروع کند، زیرا آن سرچشمه اساسی دین الله است. پس به قدر طاقت و امکانیت خود و از یاد نمودن قرآن کریم مشغول می شود و به فهمیدن آن چیزی که از یاد می کند اهمیت می دهد. در این باب او را به خواندن تفسیر شیخ عبدالرحمن سعدی رحمه الله توصیه می کنیم، زیرا مؤلف این کتاب به درست بودن عقیده اش مشهور گشته است و همچنین تفسیر او با اسلوب روان و آسان فهمی معروف است. به طالب علم ضرور است که در این وقت به خواندن عقیده و فقه کوشش کند، زیرا به تأخیر گذاشتن این دو ممکن نیست. به خاطر احتیاج داشتن طالب علم به این دو، هم برای خود و هم برای نصیحت و راهنمایی اطرافیان خود. اما در بابت عقیده باشد، آموزش آن ضرور است. اما فقه باشد، بهتر است که طالبین به خاطر امور زیرین آموزش مذهبی که در محیطش پهن و گسترش یافته است آغاز کند. یکم به طالبین پیدا نمودن استادی با مهارتی که او را راهنمایی میکند و او را تعلیم میدهد آسان میباشد. دوم تعلیم گرفتن مذهب کشور خود. طالب علم را بر دعوت کردن مردم کشور خود به راه حق یاری میکند، زیرا او به این راه امکانیت پیدا میکند تا از کتابها و سخنان عالمان آن کشور هنگام احتیاج استفاده کند. بنابراین در محیط خود استادی در دین و علم با اعتماد را جستجو میکنید و در نزد او به تعلیم گرفتن آسانترین متن آن مذهب شروع میکنید. استاد دیدگاه های صحیح ترین مذهب را به شما تعلیم میدهد و شما را به دلیل های هر یک مسئله به طور اختصار راهنمایی میکند. شما را از بسیار گفتاری که در ابتدای علم آموزی فایده ندارد دور میگرداند. قدم دوم با همراهی از یاد نمودن سرچشمه اول شریعت که آن قرآن کریم است و از یاد نمودن سرچشمه دوم شریعت که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است شروع میکنید. اول علمی مهمتر را شروع میکنید، بعد از آن علمی مهم را آغاز مینماید. شیخ ابن عثیمین رحمه الله گفته است یگان کتاب از کتاب الله افضل نیست و برادرانم را ترغیب و تشویق می نمایم که به از یاد نمودن، فهمیدن و عمل کردن قرآن کریم اهمیت بدهند. صحابگان رضی الله عنهم از 10 آیت نمی گذشتند تا اینکه علم و عملی در آن بوده را تعلیم بگیرند. علم و عمل را یک جایه تعلیم می گرفتند. بعد از آن به حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم اهمیت دادن لازم است. معلوم است که حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم به نهایت زیادند. طالب علم نوآموز و یا میانه نمیتواند همه آن را از خود کند، ولی میتوان به بعض کتاب هایی که در این باب نوشته شده اند رجوع نماید و مانند کتاب عمدت الاحکام عبدالغنی مقدیسی رحمه الله و کتاب الاربعین النوویه کتاب امام نووی رحمه الله و دیگر نمود کتاب های مختصر. سپس بعد از آن کتاب هایی کمی دراستر را شروع میکند و مانند کتاب بلوغ المرام و المقتدا من اخبار المصطفى، بعد آن کتاب های حدیث و مانند کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را زیاد می خواند. بعد از آن که بینا نمودن پایگاه مستحکم فقه را به آخر رساندید و از مهمترین مسئله های عقیدوی آگاهی پیدا نمودید، خود را برای چکر آمیختن شریعت الله و شناختن اختلافات و چگونه از بین مسئله ها مسئله درستر را اختیار نمودن آماده می سازید. برای چکر آمیختن شریعت الله بعضی آلت ها وجود دارند که
با اون کمک میکنند و به نیازی از آن ممکن نیست و آنها را علومی اولاد مینامند. مهمترین آنها علم صرف نحو و علم اصول فقه و علم حدیث می باشد. در مورد علم اصول فقه بهتر است که طالبین کتاب‌های اصول فقه مذهبش را تدریجاً بیاموزد. از استاد خود مصلحت پرسید او شما را به چه گونه آموختن اصول فقه راهنمایی می‌کند. اما در مورد علم صرف نحو باشد، در ابتدا کتابی الاجرومیه و شرح آن التحفه السنیه شیخ محی الدین عبدالحمید رحمه الله را تعلیم می‌گیرد. سپس کتابی قطره الندا و بل الصدای ابن هشام، پس از آن کتاب الفیت ابن مالک و شرح ابن عقیل رحمه الله. شیخ ابن عثیمین رحمه الله گفته است اما در مولد علم نحو اولین کتاب مختصر را می خواند و مانند کتاب الاجرومیه، که این کتاب مختصری با برکت و فایده‌ناک است. چنین تقدیم کرده شده است که طالب علم نوآموز می تواند آن را از خود بکند، خاصتا اگر الله برای شخصی را میسر کند که آن را برای شهر دهد. بعد از آن او را توصیه می کنم که کتاب الفیه ابن مالک رحمه الله را از یاد کند و معنایش را بفهمد، زیرا آن الفیه هزار بیته با برکات است و در آن خیر زیاد وجود دارد. پایان سخن از مجموع فتاوا. قدم سوم، بعد از آن طالبین به مهمترین آلت‌های اجتهاد آگاهی پیدا نمود و مرحله آموزش عمیق در شناخت اختلافات و راه‌های افضل شمردن یک رأی بر رأی دیگر، چی در علم فقه باشد، چی در تفسیر یا شرح حدیث ها شروع میکند. برای طالبیم ضرور است که خود را با آداب و اخلاق طالب علمی آراسته بکند. الله تعالی داناتر است.